خب این روزها به برکت انتخاب شدن حسن روحانی به ریاست جمهوری، اطرافیان او و حلقه هاشمی رفسنجانی باز از پرده برون می آیند. این بار می بینیم بعد از نزدیک 2 دهه همه یه نمه پیرترن و خب شاید فکر میکنن میشه خیلی حرفا رو نزد و حافظه مردم رو بیدار نکرد. علی محمد بشارتی الان مشاور امنیتی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام سال هاست و او از همین شمار است که عرض کردم خدمتون، 69 ساله، متولد جهرم. علی محمد، ما به لطف الهی به برکت سایه پرمهر پدر و مادر از توی در خانواده مذهبی، شدیدن مذهبی تربیت شدیم. بنابراین من جزء آخر قرآن را قبل از مدرسه حفظم شد، از اما یتساءلون عن النبأ العظیم تا من الجنت و النار. علاوه بر اونا یاسین، الرحمن، واقعه، حشر، حدید، جمعه، منافقون حفظ. من عادت کردم، خودم عادت دادم، برنامه‌م این بود که یک بار صبح بعد از نماز مرور کنم، یک بار هم شب بعد نماز مغرب. شب یاد دارم که افسر نگهبان این سوراخی کوچه که بند اینطور زد والا، دید من بیدارم، در رو وا کرد، گفت چرا نمیخوامی؟ گفتم میخوام. گفت خاموشی زدن. گفتم اطلاع دارم. گفت خب بخواب دیگه. گفتم میخوام. گفت مریضی؟ گفتم نه. گفت چرا؟ گفتم این برنامه. گفت برنامه؟ گفتم آره. گفت چیه برنامه؟ گفتم بگی. به قدر تحت تاثیر قرار گرفت، رفت برای ما یه قالب صابون، یه حوله، یه دونه مسواک برداشت. بله، عرض میکردم که علی محمد بشارتی خودش میگه حدود 5 سال زندان بوده در قبل از انقلاب. بذارین یه نکته رو بگم بعد ادامه بدیم صحبت رو. انصافاً بعد از انقلاب این حرف رو شنیدین دیگه، مأمورای اوین، گوهردشت، بقیه زندان‌هایی که زندانیان سیاسی توش هستن، اینطوری که آقای بشارتی میگفت با زندانیا برخورد میکنن، یا زندانیای معتقد به قرآنو که فقط جرمشون اینه که مخالف رژیمن، اما اونا هم نماز شب میخونن و قرارایی با خدای خودشون دارن، هم امروز با شکنجه له میکنن. دهه 60 که دیگه همه میدونن که با مجاهدین خلقی که مسلمونن در زندانها چه کردن. همین دوره اخیر با همه اطرافیان محمد خاتمی که با تحقیر آوردنشون تلویزیون تا علیه خودشون سخن بگن و گفتن، چه کردن باهاشون که حتی شرم میکنن تعریف کنن خیلی از اونا. باری علی محمد خان بشارتی نوجوانی پرشر و شوری داشته. 40-50 سال پیش جهرم، شهر کوچک فقیری که از شهرهایی بود که بالاترین میزان بیسوادی رو داشت، بشارتی چند تایی رو دور خودش جمع کرده بود تا مثلا ناموس مردم رو حفظ کنه. یه جورایی با توجه به هیکل گنده‌ای هم که داشت نوچه پروری میکرد. بعد از ماجراهای سال 42 و تبعید آیت الله خمینی به ترکیه و بعد رفتنش به عراق، از همون اواسط دهه 40 خورشیدی بشارتی میره قم و با حوزویان رفت آمد پیدا میکنه. معلم بوده که بعد دیگه حالا تحصیلات ادامه دادم اینا، و بعدم این که دبیر شده آموزش پرورش قم، از نزدیک دیگه با علما و با مراجع و با حوزه علمیه و که اون پیوندی که الان بین ما و علما و مراجع هست ریشه در گذشته داره. من برای همه مراجع احترام ویژه قائلم، اونام همینطور. بگم مثلا خدمت آیت الله عظمه آقای صافی رفته بودیم، هر چی اصرار کردم نگذاشت من رو زمین بشینم، کنار خودشون قرار داد، در حالی که صندلی هم دیگه ابدا نبود. یا مثلا با آیت الله عظمه مکارم، بسیار بسیار بهشون احترام میذاره، ایشون هم لطف زیاده دارن. در جریان انقلاب بشارتی از حلقه‌ای بود که در بازجویی از سران دستگیر شده حکومت سابق و در چگونگی برخورد با اونا نقش اساسی داشت و از اولین بازجوهای بعد از انقلاب بود. خودش میگه از دل اتاقهای بازجویی از سران رژیم سابق سپاه پاسداران شکل گرفت.
ما همین بازجویی ها مقدمه تشکیل سپاه شد. درسته که الان 2/2/58 روز تشکیل سپاه هست، ولی سپاه از قبل تشکیل شده بود، اما 2/2 ادغام شد. چند تا سپاهی که در تهران جدا از هم فعالیت میکردن، 2/2 در همین پاسداران سپاه تشکیل شد و من عضو شورای فرماندهی و مسئول اطلاعات و تحقیقات سپاه. محسن رضایی هم همین تعبیر رو داره که میگه اصلا همون ساواک رو بازسازی کردیم. تمام سیستمایی که یاد گرفته بودیم قبل از انقلاب در برخورد با ساواک و در و روی ما عمل شده بود، ما هم این بار اونا را علیه ضد انقلاب فعال کردیم. خیلی کار شجاعانه ای می‌خواست، چون اون موقع هنوز اون نفرت از ساواک و نفرت از این کارا تو ذهن مردم ما و جوانهای ما بود. یادم هست اون موقعی که ما سازمان اطلاعاتی سپاه را انداختیم، تو خود سپاه میگفتن برادر محسن اومده آنتن رو پاک کرده. منظورشون از آنتن همون کارهای ساواک و کارهای مخفی کاری بوده. خب این سازمان اطلاعاتی درست شد و همه شبکه‌های لازم رو ما مستقر کردیم. حالا تو این سیستم مسئول اطلاعات و حفاظت سپاه میشه بشارتی. قبل از اینکه سپاه رسما در سال 58 اردیبهشت 58 تأسیس بشه، آدم ربایی ها شروع میشه. بشارتی میگه قانونی عمل کرده. خودش میگه من دستور دادم، مثل اینکه قاضی بوده که حکم جلب بده، بعد به جای دادستان پرونده درست کنه، دادگاه برگزار کنه و محاکمه کنه. میگه من به غرضی دستور دادم که مجتبی طالقانی رو بگیرم. قانونی هم بوده. ببینین تو صحبت که حالا میشنوین میگه مجتبی طالقانی رو دستور بازداشتش رو دادم، چون اولا مارکسیست شده بود، یعنی این یه جرم بود. مال همون روزاست که امام میگه مارکسیستام در ابراز عقیده آزادن ها. ثانیا جرم دیگه‌اش این بود که در قتل دست داشت. بعد از اینکه در سال 54 منافقین تغییر ایدئولوژی دادن، یکی از افرادی که مؤثر بود در این انحراف عقیدتی منافقین مجتبی طالقانی بود. علاوه بر اون این شخص در قتل بعض از عناصر مجاهدین که مقاومت کردند و تغییر ایدئولوژی رو نپذیرفتن مؤثر بود، مثلا شریف واقف. این گزارش هست. من به عنوان مسئول اطلاع تحقیقات دستور دادم آقای غرضی، سید محمد غرضی، همین آقایی که نامزد انتخاب و نازم انتخابات بود، به عنوان مسئول عملیات ایشون رو دستگیر کرد. این دستگیر شد کشور به حمله. من فقط یه توضیح کوتاهی بدم که در قبل از انقلاب سازمان مجاهدین خلق درش انشعاب میشه و بخش منشعب که همشون مارکسیست شده بودن و شناخته شده ترین چهره شون شاید تقی شهران بود، اعلام موجودیت میکنن و از توش سازمان پیکار و سازمان های موسوم به خط سه در میاد. درون اون بخش منشعب دو نفر که به دلیل داشتن گرایش های تند اسلامی حاضر به همکاری با بخش منشعب نبودن و ظاهرا امکانات سازمان رو گروکشی کرده بودن ترور میشن، به اسم مجید شریف واقفی و صمدی لباف. اون قتل ها اگرچه با گلوله فردی به اسم وحید افراخته و سر قرار تشکیلاتی انجام میشه، اما مسئولیت اصلیش با تقی شهرام بود که رهبری بخش منشعب رو داشت. علی محمد بشارتی میگه مجتبی طالقانی در قتل شریف واقفی و صمدی لباف دست داشته. بخشی از برنامه بی پرده بی تعارف رو ببینیم در همین باره که با مجتبی طالقانی داشتیم. قتلایی که پیش اومد از نظر من جای دیگه هم گفتم، این رو ما به عنوان جنایت، حتی من نظر خودم بود، اولا من در خارج بودم اون موقع، این قتلا در داخل ایران اتفاق افتاد متاسفانه و ما در اولین نشستی هم که بعد بخش منشعب داشت، من خودم اصرار داشتم که این مسئله باید و مسئولین این جنایت در واقع به یک نحوی محاکمه تشکیلاتی شدن و بعد اون بیانیه معروف بخش منشعب هم صادر شد که این قتل‌ها رو به عنوان جنایت در مورد رفقای سابق محکوم کردن. بنابراین چه موضع من و چه موضع
حتی اکثر رفقای دیگه‌ای که بودن محکوم کردن این نوع قتل‌های سیاسی ایدئولوژیک به اصطلاح در درون تشکیلات بود. مجتبی طالقانی با تشخیص و دستور بشارتی تو خیابون دزدیده میشه، هیچکی ازش خبر نداره. بعد اتفاقی ماشینش رو دم ساختمان سپاه میبینن، خبر به آیت الله طالقانی میرسه و خلاصه بحرانی درست میشه که باعث میشه آیت الله طالقانی با قدرت مسلط آیت الله خمینی و دیگران قهر کنه، همه دفاترش رو ببنده و بره شمال. مجتبی طالقانی در ادامه حرفاش تو همون برنامه که عرض کردم میگه اون حرکت دزدیده شدنش تو خیابون شروع پروژه حذف فیزیکی همه مخالفان بوده، حالا به اسم نیروهای خودسر یا هر اسم دیگه‌ای، و این تا حدودی برای آیت الله طالقانی هم روشن شده بوده که اینا این پروژه رو دارن و شروع کردن. به هر حال میتونید تفصیل این ماجرا رو تو برنامه بی پرده بی تعارف با مجتبی طالقانی ببینین که بخش دومش که به ویژه در همین بار است، همین یک شنبه آینده ساعت 7:30 شب به وقت ایران پخش میشه. این بحرانی که درست میشه با واسطه احمد خمینی راستوریس میشه، آقای طالقانی برمیگرده تهران و بقیه‌اش رو از بشارتی بشنوید. خیلی خوب، تدریجا مظلومیت مهاج یافت، رفت به خدمت امام. من استعفا را خدمت آقا تقدیم کردم، گفتم آقا این پرونده آقای مجتبی طالقانی، این هم استعفای ما، آماده ای هستیم که هر امری شما بفرمایید ما اطاعت کنیم. امام فرمودن خدا رحمت خدا برم روح این مرد بزرگ آسمان، برید، هیچ کس نباید در کارتون دخالت کن. دو، اگر این احمد هم خطا کرد بازداشت. آقای رفیق دوست محسن زنده است، ازش بپرس. درباره محسن رفیق دوست قبلا گفتیم که از رانندگی امام در سال 57 به چه قدرت و ثروتی رسیده. امروز قبل از انقلاب با چماق خودش میگه که یه نفر رو کشته و انداخته تو جوب. به هر حال پس دیگه میتونین بریم ببینین. اما این سخن بشارتی و به گفته او تأیید رفیق دوست یعنی چی؟ یعنی خود خمینی میخواسته که کار به دست اطلاعات سپاه و بزن بهادرای مثل بشارتی و رفیق دوست بیفته و همو بوده است که با همین آدما دورانی رو درست کردن که بهش میگن دوران طلایی امام. آقای بشارتی همزمان با کار تو سپاه در سلطنت آباد تهران، اون زمان سپاه جهرم را میندازه زادگاهش و رفته آمد مرتبی به جهرم داره. خب همیشه برو بیایی داشته و حالا که انقلاب شده و دیگه هیچکی نمیتونه بهش بگه بالای چشت ابروست، تو جهرم یه گروه درست میکنن به اسم گروه 15 خرداد با حجت الاسلام حسین آیت اللهی نماینده امام و امام جمعه جهرم. گروه 15 خرداد اعلامیه میده که لبادکارا رو و روسپیا رو میکشیم. چند نفر رو با گلوله که اسم 5 تاشون اعلام میشه میکشن و میندازن تو قنات‌های اطراف شهر. سخنرانی‌های تند و تیز بشارتی و هدایتی تو مسجدهای شهر علیه فدائیه و مجاهدین و بهائیه زمینه رو آماده میکنه که اون گروه 15 خرداد گسترش پیدا کنه. اسمشو بذاره گروه قنات. جنایتایی که اینا کردن یه گوشش رو بذارین از زبان یکی از شاهدان براتون بخونم. 3 تا از شاهدای اون جنایت‌ها الان در خارج از ایرانن، شاید بیشترشون. به هر حال 3 تاشون اومدن با منیره برادران که خودش زندانی سیاسی دهه 60 بوده است گفتگو کردند و متن این گفتگو هم منتشر شد. یه تیکش رو براتون میخونم. این قتل‌ها در جهرم هیچگاه به دنبال دادگاه و محاکمه صورت نگرفت. کسانی که درباره این جنایت‌ها تصمیم می‌گرفتند عبارت بودند از علی محمد بشارتی، حسین آیت‌اللهی، حاج مهربان پرنیان و غیره. اینها از قبل از انقلاب هم دور هم جمع می‌شدند و مجمع علیه بهائی‌ها داشتند. همزمان با انقلاب به شیوه‌های ترور متوسل شدند. برای این کار گروه 15 خرداد را بنیان گذاشتند. این گروه بعدها در سال 60 گروه قنات نام گرفت. افراد گروه برای خودشان لایحه‌ای هم نوشته بودند به نام لایحه قنات. هر وقت دست به ترور می‌زدند و یا کسی را شکنجه می‌کردند، کاغذ را نشان می‌دادند و می‌گفتند این لایحه در مورد دشمنان باید اجرا شود. منظور از دشمن مخالفان، هواداران مجاهدین و چریکای فدایی، همجنسگرایان و حتی کسانی که به دلایل صرفاً خصوصی و شخصی دشمن محسوب می‌شدند.
اینها رو میگرفتن میبردن سر قنات و میبستن به رگبار یا با مته و چاقو تکه تکشان میکردن. بعد تن مرده یا نیمه جان قربانیشان را در قنات میانداختند. علی محمد بشارتی گفته بود اگر روزی کسی را برای کشتن گیر نیاوردید، خری را بگیرید و ببرید سر قنات و بکشید. چون این توصیه‌ای به این خاطر بود که خوی آدم کشی در حزب الله همچنان باقی بماند. در اطراف جهرم قنات‌هایی وجود دارد که زمانی منبع آبیاری کشاورزان بود. بعدها به دلیل لایروبی نکردن این قنات‌ها خشک شده و از کار افتادند. این گروه 10 قنات را شناسایی کرده بود. وقتی کسی را می‌گرفتند، می‌بردند سر یکی از این قنات‌ها. یکی از شاهدان میگه من مسئولیت این ادعا را که همه قتل‌های فجیع سیاسی و ایدئولوژیک که اینجا تا جایی که حافظه من یاری میکرد برشمردیم که یه در رو لیست میکنن توسط بشارتی و آیت اللهی سازماندهی شده اند به عهده میگیرم. خب یه در رو این شاهدان اسم میارن که قربانی وحشیگری بشارتی شدن. این حرفا حتما برای گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل هم گفته شده و قطعا ثبت است. نکته اینجاست که هیچ کس از بستگان قربانی‌ها جرأت شکایت نداشته تو اون فضای بسته سنتی و خفقانی شهر در سال 60-61. بشارتی به سرعت پله‌های ترقی رو طی می‌کنه، از شورای فرماندهی سپاه میره مجلس، میشه نماینده دور اول، عضو هیئت رئیسه، بعد میشه قائم مقام ولایتی در وزارت خارجه تا سال 72. حالا من نمی‌دونم چرا وزارت خارجه. از سال 72 کابینه دوم رفسنجانی بشارتی میشه وزیر کشور. و رفسنجانی که میره مجمع تشخیص مصلحت نظام، علی محمد بشارتی هم میشه مشاور امنیتیش تا امروز. بشارتی مثل رفیق دوست که سابقه اوباشیگری دارن، اگرم مثلا به فلان شخصیت اصلی نظام نزدیک باشن، مثلا رفسنجانی، به این معنی نیست که همیشه تابع اون هستن. اینا قطعا همیشه تابع قطعی و مطلق یک نفرن، رهبر، در حد عبودیت و تقدس. هم اینا به رهبر احتیاج دارن تا موقعیتشون حفظ بشه بی تردید، و هم رهبر به اینا نیاز داره. باورهام رو دارم میگم. یکی از الطاف آشکار خدای سبحان به این انقلاب و این مردم و این کشور وجود مقدس مقام معظم رهبری حضرت آیت الله آقای خامنه است. کیا مقدسن؟ خدا، پیغمبر و امامان معصوم. لفظ مقدس به کار بردن برای افراد دیگر غیر از خدا شرکه. ما چقدر مشرک داریم تو این حکومت به واسطه حضور آقای خامنه‌ای. مصباح، علم الهدا، حالا بشارتی، چندین و چند تا دیگه از حکومتیان هستن که رهبر رو مقدس میدونن. و در چه نظام حکومتی غیر از نازیسم و فاشیسم در تاریخ خوندیم دنیا دیده که رهبر رو مقدس بدونن؟ و همین تقدسه که باعث میشه پیروان وجود مقدس رهبر میلیون ها آدم رو به خواست او در جنگ جهانی بکشتن بدن. و درباره نسخه ایرونیش هم که دیدیم دیگه، نمونه بشارتی رو. باری اینجور گفتن از رهبر البته بیش از هر چیز جنبه تبلیغاتی داره. جنبه عملیش کاریست که داره میکنه آقای بشارتی و کارهاییست که در 30 چند سال گذشته کرده. تکیهگاه علی محمد بشارتی همونجور که عرض کردم همیشه هاشمی رفسنجانی بوده. آیت الله هاشمی از طریق کتاب سرگذشت فلسطین باشون آشنا شده. سرگذشت کتاب خودت و کتابی که ایشون ترجمه کرده بودن اون زمانی هم که خب ما تو انقلاب و این چیزا بودیم. این کتاب قبل از اینکه چاپ بشه تبلیغاتش اومد و بعد هم منتشر شد که ما تهیه کردیم. بسیار کتاب روشنگرانه خوبی بود. بعد کتاب امیر کبیر بود که اونم خیلی گل کرد. بعد اومد مجلس، خب ایشون رئیس مجلس بودن، ما هم عضو هیئت رئیسه بودیم، در کنار هم همدیگه رو شناختیم و این چیزا. بعد در دور دوم مجلس که ما رأی نیاوردیم و رفتیم قائم مقام وزیر خارجه شدیم به مدت 10 سال و بعدم دیگه اومدیم از سال 72 وزیر کشور شد. همین دوره وزارت کشوریش در کابینه هاشمی بود که احمدی نژاد و گروهش رو فرستاد به استانداری و فرمانداری شهرهای شمال غرب کشور. تو همون اوایل دهه 60 و دوره سرکوب‌های خونین که از مرکز آدم و نیرو و حزب الله میرفت کردستان و آذربایجان غربی. آقای طاهایی بود، آقای مهندس شعبان استاندار عراق بود،
استاندار ما آقای دکتر احمدی نژاد بود که نخستین بار ما ایشونو گذاشتیم اردبیل. آقای رحیمی، محمد رضا رحیمی، استاندار کردستان بود. همه خدوم، همه زحمتکش. فضای امنیتی که در دوره هاشمی رفسنجانی درست کردن ببینین بر پایه چه اندیشه و برخوردی بود که به قطعه زنجیره پاییز 77 منجر شد و پیش از اونم که ده ها ترور حکومتی دیگه انجام شده بود. حاصلش چی؟ آیا آزادی که در دوره آقای خاتمی بود قابل قبول بود که مجلس از اکثریت بندازن، تحسن کنن، از مردم بگن بیاد از ما حمایت کنین؟ این درسته؟ این آزادیت که لقمانی نماینده همدان حامی دولت آقای خاتمی بیاد خاتمیت از زیر سوال ببره، آقای محمد رضا خاتمی دبیر کل حزب مشارکت قانون اساسی رو منشور سازمان ملل بدونه، آقای راد بیاد امام زمان رو زیر سوال ببره، وحی را توهم بدونن، این آزادیه؟ عقیده که آزادی نیست که عقیده داشتن. اعتقاد به منشور حقوق بشر سازمان ملل که تقریبا همه کشورهای جهان قبولش دارن آزادیه. خب چی کار باید کرد اگر کسی به اینا معتقد باشه؟ آدم یاد گروه قنات میفته.